بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر هموطنان بسیار خوب، عزیز و مهربان. امید که جور باشین و صحت و سلامت باشین، لباس عافیت بتن داشته باشین و مشکلات زندگی را برای یک دقایق هم که شده، بر لحظه های هم که شده، از فکرتان، ذهنتان و دامانتان دور کرده باشین. لبخند بزنین، چرا که این زندگی در گذر است. با خانواده بسیار عزیزتان، با اولادک های بسیار شیرین قندولتان، با همسرتان، با مادر و پدرتان اوقات بسیار خوب و خوش را سپری بکنین. بازم خداوند منان را سپاسگزار هستیم که یک فرصت بسیار خوب دیگر میسر گردید تا ما خالد بارکزی با مهمان بسیار خوب، عزیز و نازنینمان در یک ساعت دیگر در این برنامه خدمت شما قرار بگیریم. شما را دعوت میکنم تا این برنامه را از طریق یوتیوب تلویزیون آرزو، صفحه فیسبوک تلویزیون آرزو، اینستاگرام تلویزیون آرزو و خود شبکه محبوب و بسیار مقبول و زیبا و پرطرفدار تلویزیون آرزو بیننده باشین، همراه باشین و همگام باشین. مثل همیشه ما در رستوران ترکش هستیم و در مجید مال قلب شهر نو کابل. شما را دعوت میکنم تا به این مکان زیبا و مقبول حضور پیدا کنین. امشب یک برنامه متفاوت را میخواییم خدمت شما ارائه بکنیم. امشب در مورد نگرانی ها و تشویش هایی که در یکی دو سال و سه سال، هفته ها و ماه هایی که بر شما هموطنان عزیز، خواهران عزیز، زنان محترم، مادران عزیز وجود داره، شما جوانان عزیز وجود داره، گپ میزنیم. امشب میخواییم بدانیم که واقعا صدای زنان عورت است. اگر هست در کدام موارد عورت است؟ در کجاها عورت است؟ آیا واقعا یک جوان که اگر ریش نداشته باشد در سطح شهر و ریشش کم باشه و یک لباس و ظاهر متفاوت داشته باشه، محتسب وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حق برخورد خشن و جدی، لتوکوب و یا زندانی کردن اون فرد حتی به خاطر نداشتن ریشش داره یا خیر؟ امشب میخوایم در مورد نگرانی که به تازگی از طریق رسانه های بیرونی و خارجی اعلان شده که امکان داره که وزارت امر بالمعروف برنامه روی دست بگیره تا نشر تصاویر زیرو و یا جاندار از طریق رسانه ها من قرار داده بشم، امکان داره یا خیر؟ میفهمیم که امکان نداره، چرا که اگر این کار صورت بگیره خیر رسانه ها چی باید نشر بکنند دیگه؟ خبرهایی که از برنامه های سیاسی اجتماعی که است، موادی که باید تهیه بکنن چگونه باشن؟ میدانیم که امکانش نداره و امی موردها، امی امکان داشتن ها، نداشتن ها، امی شک ها، امی شعبه ها، امی نگرانی ها. آیا شما محترمه که محرم شرعی نداشته باشین، اجاب شرعی نداشته باشین، اجازه دارین که بدون محرم گشت و گذار بکنین، در تاکسی بالا شوین، خریداری بکنین، داد و صدات بکنین و تجارت بکنین، مانعی بر شما وجود داره یا خیر؟ همین نگرانی ها، همین گپ ها، همین بگو مگو ها را با سخنگوی محترم وزارت امر بالمعروف سیف الاسلام خیبر در یک ساعت دیگر گپ میزنیم، صحبت میکنیم. آقای خیبر هم با تازگی سخنگوی این وزارت شدن و میایم که یک شیرینی هم از پیششان به خاطر موقف جدیدشان بگیریم. آمدن میرم همین گپا را با ایشان میداشته باشیم. درود مجدد و ممنون از شما که بیننده هستین و حضور دارین. تشکر بسیار زیاد. مهمان بسیار عزیز و ناظرین ما حضور پیدا کردن و انشالله تا یک ساعت با ایشان هستیم، گپ میزنیم، صحبت میکنیم، قصه میکنیم، از کارها و فعالیت های وزارت امر بالمعروف بیشتر با ایشان صحبت میکنیم. و شما هموطنان بسیار عزیز و نازنینی که در بیرون از افغانستان هستین، میتونین از طریق یوتیوب تلویزیون آرزو سر بزنین در اونجا و بیننده این برنامه و برنامه های دیگر تلویزیون آرزو باشین. و ما در رستوران ترکش واقع در مجید مال شهرنو کابل هستیم. تشکر از همکاران بسیار خوب این رستوران که همیشه مهربانی کردن و حامی برنامه ایمان بودن. در کنار این که رستوران ترکش با ما همکار هستن، نیاز است که از برند بسیار خوب و وطنی ایمان پامیر کلا، یک برند افغانی ایمان، حمایت داشته باشیم که حامی و پشتیبان برنامه ما هستن توسط تهیه، تولید و عرضه و آوردن انرژی درینک بین المللی و برند معتبر بین المللی هایپ که همکار ما هستند و اعلان حمایت کردند. شما میتونید که با نوشیدن انرژی درینک هایپ به اعصابتان آرامش ببخشین، احساس آرامش بکنین و لحظات بسیار خوب را به دور از خستگی و مشکلاتی که وجود داره بتونین سپری بکنین. انشالله ما و جناب خیبر صاحب باز میکنیم، میدونم که خسته هم هستن، از این بنوشن و خستگیشان هم رفع بشه. برند انرژی درینک هایپ، تولید جهانی و بین المللی، حالا در افغانستان. بسیار خوش آمدین آقای خیبر. سلامت باشید. خوشحال هستم که شما رو با خود داریم.
هم جناب سلام خوشحال در ابتدا نیاز است یک تبریکی بگویم به خاطر آمدنتان به پست سخنگوی وزارت تبریکتان باشه مننه کوم خدایم خوشحال در سلامت و موفق باشید خیلی خوشحال هستم تشکر ان شاء الله در مورد وزارت امر بالمعروف هم گپ میزنیم در مورد بعضی از فرمان هایی که داده شده بود بعضی مسائل دیگه اما در ابتدا خوبتر از با آقای خیبر بیشتر آشنا بشیم چرا که آقای خیبر زیاتر هم وطنان ما دوست دارن با بیشتر مقامات و مسئولینه که گفتگو صورت میگیرد در مورد خودشان بیشتر بدانند و معلومات داشته باشند و این یک نیاز بسیار خوب است که آگاهی داده بشن آقای خیبر بین ازی بگوین که چگونه آمدین به وزارت امر بالمعروف و سخنگو شدین بسم الله الرحمن الرحیم نوی قدم که برگزی سیب تاست ارزو تلویزیون کارکون و پر لیدون که سلام و احترامات علیکم لکه څنګه چې موږ او تاسې پوهیږو افغانستان پس له څو لسیزو وروسته یو داسې حالت ته رسېدلی دی چې ایله افغانانو د سکون او د اطمینان ساه واخیستله او خوشحاله سوله مخکې که ووایو چې د خپل وطن په مرکزونو کابل وغیره کې به آن موږ او تاسې په ډاډه او اطمینانۍ زړه باندې ګشت و ګذر نه سوی کولی نو کله چې د فتوحات راغلله د اسلامي امارت حکومت حاکمیت ته ورسېدی زه د دینی درسونو ترڅنګ په یو روزنتون باندې بوختې مچ د یتیمانو یو روزنتون لرم خصوصي روزنتون د خود افغانستان بوده در کندهار اصلا تقریبا 300 تنه یتیمان او د معتادین اولادونه د سولس ولایتونو د پغ روزنتون کې را سره دی الحمدلله د هغوی په کفالت باندې بوختیم بیا بعض مرګورو غوښتنه وکړه چې باید د دې ترڅنګ د نظام په چوکاټ کې خدمت وکړو ځکه دا زموږ یو مسؤلیت دی او نظام زموږ دی د ملت زموږ دی د دې پایښت زموږ دپاره زموږ د ژوند بقا تضمینوي زموږ د ارزښتونو بقا تضمینوي نو په همدې اساس مو لازم وګڼل چې خپل غاړې دلته هم خلاصې کړو او تر خپله توانه خدمت وکړو خیر خوب حالا که شما آمدین در وزارت آقای خیبر مسئولیت قبلیتان که حمایت و کفالت از یتیمان و بیسرپرستان بود او رو چی کار کردین؟ هنوز هم مسئولیتش دارین یا کس دیگه به عهده گرفتین؟ آغا روزنتون موږ یو خصوصي روزنتون دی چې مسؤول همزه یم او د الله تعالی ناراضی یم چې دغه ستر اعزاز را کړی دی او د خیر یو ستر کار را ناخسته دی روزنتون مو په ابتدایي حالاتو کې دوه کاله مخکې ډیر وړکی او خو بیا د الله تعالی په معاونت باندې د یو نیم اهل خیر خلکو په مرسته باندې ساحه هم پراخه سوله زده کوونکي هم ډیر سوله هلته مې عمومي سرپرستي په غاړه لرل نو کله چې وزارت ته راغلی یم نو هغه عمومي سرپرستي مې د نورو ملګرو غاړو ته راړولې ده ولې خو تمویل اکمالات دا هر څه بېرته زما پر ذمه دی او زه هغه تمویلومه او ټولې چارې د تلیفون د لارې د سکایپ د لارې او ان کله کله هلته د ورتګ د لارې کنټرولومه آقای خیبر تجربه کار در درون حکومت و دولت و یا در یک وزارت نخستین تجربه شما اولین تجربه است په رسمي ډول باندې مې لومړنۍ وظیفه ده چې زه په امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت کې کار کوم خو له رسمیت نه بغیر د دې نظام د پایښت لپاره د دې نظام د بقا لپاره او د دې نظام د دفاع لپاره چې د دې نظام دفاع څنګه وکړو په غیر رسمي توګه الحمدلله په خدمتونو باندې بوختو بیا خصوصا په دې فرهنګي بخش کې زله وخت لري سره واقفیت لرم ماشنایي ورسره لرم خوند راکوي د رسنیز فعالیت وس یو قسم اعتیاد ګرځېدلی دی نو مهمه هم دا ده که موږ د رسنیز ډګر کې وګورو چې درګر د خلک لګیا دي امارت خو سکه اند اسلام په مقابل کې خلک لګیا دي مختلف توتی جوړي مختلف د سې جوړي نو د یوزوان په هیڅ مام د مسولیت جوړي دي چې څه کولای سم په خاله رسنۍ کې د خپل دین د دفاع لپاره د خپل ملت او د هغوی د ارزښتونو د دفاع لپاره هغه که رسمي هم که نه یم باید زه یو کار وکوم نو په هغوی باندې بوخت وم ولې خو رسمي کار مې لومړنۍ همدغه وظیفه ده چې دیدم باز هم تبریک باشم یگان خوب است یگان شوخی ها اجازه است همراهتان آقای خیبر باش حالا مردم زیاترش میگن کسایی که مقامات و مسئولین وزارت ها باشند میگن بسیار آدم های جدی هستن اما تو پیشانی هایشان ترش است زیاتر نمیشه آدم همراهشان کلوز باشه یا شوخی کنه و مزاق کنه خوب است یک تصویر متفاوت را از این مسئولین ما مقامات ما دولت مردای ما با مردم نشان بدیم چیزی که شما فکر میکنین تو نیست و ما عزیزایی هم داریم بزرگان داریم که خوشخنده هستن خوشروی هستن در حکومت گذشته یک روال بود آقای خیبر که یایی که پول میداشتی میتونستی یک موقف به دست بیاری که باید هزار دلار بدی یایی که واسطه بسیار کلان میداشتی اگه سوادم نمیداشتی اگه سوادم میداشتی میتونستی یک چوکی یا سخنگویی یا وزارت را بگیرین همراه شما شوخی بکنم که شما کدامش انجام دادین پول داشتین یا واسطه داشتین الحمدلله چی لومړی خود دی نظام اغه
اساس او معیار کوم جو ګورو د اسلام مبارک دین دی او د دین نظام منهج داعیه او د څه لپاره چې کار کوي هغه هم بیرته دین دی او بل د خوشبختی خبره دا ده چې د دین نظام قیادت د دینی قشر په اختیار کې دی یعنی علما دي شیوخ دي او دین تجمن خلق دي متدین خلق دي ولدا و هم بیان سي پیدا کېدل چې د پیسو د واسطې و غیره امتیازات په لاله شته یو څوک یو منصب ته ځان ورسوي ای ګاپونېستا بيخي هغه احتمال هم نه لري یعنی زغ بل زبه بل قدرته وایم چې کله وظیفه د نیولو په اساس باندې وي زین په عمومي ژوند کې هم د واسطې نه ډیر سخت خلاف يم زما پاسپورت می جوړوي نو بیا یو مرګری راتویل چې مورې سه د پاسپورت پر ریاست کې یو طالب دی اغزمان شاګرد دی راتویل چې مورې سه د پلانې حل تدې زب خبرو سره وکم د ډیرش نه بولار الله شاهد دی چې زه نیمه هغه طالب ته ویل دي نل تورغل هم داسې قطار کې عمر ورو تلم تر څو چونو بت راورسېد خپل پاسپورت می جمع کړی دی بایومټریک می کړی دی راوتلې د سې په عمومي ژوند او چارې کې زه یو روزنتون لرم تبعید ده چې د حکومت سره مې ډیر شینه تعلق لري زه باید ځینې ریاستونو ته ورسم وزارتونو ته ورسم خو ما له واسطې نه په دې کې استفاده نه ده کړې بیخي یعنی هیڅ مې لازم نه ګڼل چې زه واسطه وکم باورمند وم چې یو داسې نظام دی چې کسو کوسی تا ولری که نه ولری یا حق حق داره ترسیم ما را زمی خاطر گفتیم که انت گپا بود وقت. که انت گپا بود ده وقت که نو تو باید میکردی که در یک جای میتونستی برسی حالا شما که در وزارت امر بالمعروف آمدین آقای خیبر واقعا شوق علاقه تانم در درون امین وزارت بود که امینجا کار بکنین یا میگفتین ای کاش در یک بخش نظامی می بودم یا یک بخش فرهنگی دیگه می بودم یا بخش اقتصادی می بودم سخنگو در اینجا می بودم علاقه تانم بوده سخنگو بودن در وزارت امر بالمعروف؟ زه خپل د خپل ژوند چارو کې چې په روزمره شکل زه څنګه مصروف وم هغه عیني به عیني امر بالمعروف نهي عن المنکر وه بغیر رسمیت نه چې زه مصروف وم په چیش باندې هغه امر بالمعروف نهي عن المنکر وه ځکه امر بالمعروف اسانه تعریف دا دی خلک له بدیو منع کول او نیکیو ته مایل کول نو زما علاقه مندي له دې بخش سره له وخته وخته وه او خوش مې هم ګڼله چې زه یو داسې کار وکوم چې هغه د خلکو په اصلاح کې د ټولنې په سمون کې د ځوان فکر په رغونه کې او خلکو ته د اقناع په مجال کې مفید تمام سي الله تعالی بس هم هغه زمینه داسې مساعده کړله چې دې مجال ته راغللم لکه اوس د امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت ویندوی ده زه خپله دا یو عظیم امتحان ګڼم او واقعا دی هم دا یو امتحان دی ازمون دی ځکه دا یو ډیره باریکه وظیفه ده امر بالمعروف نهي عن المنکر معنا دا چې خپله خو یو سړی اصلاح دی نور خلک اصلاح کوي خپله له بدیو نه بېزاره او لرې دي نور خلک له بدیو منع کوي او نور خلکو ته دا وایي چې دا مکوه دا بد کار دی وختي کې د خپل په ځان باندې علم حضوري دی زه په دې پوهېږم چې زما تقوا څومره دی زما دیانت څومره دی زما له بدیو نه د لېرېوالي هغه څومره ده نو ځان ته ډېره دعا کوم له دوستانو نه هم دعا غواړم چې دا یو امتحان دی په داسې امتحان کې بالکل او د دې لپاره په دې امتحان کې د کامیابۍ لپاره یوازینی شی معقول شی دعا ده د بل مسلمان ورو دعا کولی سي موږ هغه کې ځکه ګوره زما یو وړه غلطي خلک نظام ته منسوبوي زما یو وړوکی غلط عمل هم خلک فکر کوي چې معاذ الله دا د نظام منهج دی در حال کې چې زه یو انسان یم او له هر انسان صحوه کیږي تخطي کیږي ګناه کیږي نو انسان دانسي ویلی چې ولا پلانی شخص چې ګناه وکړل دا نعوذ بالله ردی منهج کمزوري او غلطي ده نو ځکه د دې یو باریک او اساس پړاو دی خوش په دې یم چې دا کار عبادت دی او شب روز انسان په عبادت کې وي خلک له بدوی منع کول عبادت دی خلک نیکیو ته هڅول دا عبادت یو الهي امر بله بله همون گونه که آقای خیبر پس از این با رسانه همکار هستن و گزارشات را ارائه میکنن و گفتشنود و صحبت میداشتن همین گونه آقای خیبر کف مهاجرم آقای مهاجرم همکاری بسیار خوب با رسانه داشتن رفیق بودن به یک شکل دوست بودن با رسانه و در بیشتر حتی در برنامه تفریح اجتماعی می آمدن حضور پیدا میکردن با امید از اینکه شما هم این گونه همکار باشین همراه رسانه ها و دوست باشین و حضور پیدا بکنین قسمی که امروز آمدیم حالا در مورد گپای امر بالمعروف و در مورد تعریف امر بالمعروف و عوامر و گپ سخن هم زیاد گپ زیاد وقت مونده قسم میکنیم گپ میزنیم بازم تشکر میکنیم امرای انرژی چطور است آقای خیبر ولا د وطن د تولید هر څه خو زموږ لپاره ویاړ دی او ځکه د وطن کې هر څه سته زه خپله د ملګرو ته وایم د دې بیرونی هیوادونو نه شوینه راځي خصوصا د دې انرژي په هغه کې موږ دلته وطن کې الحمدلله ښه تولیدات لرو او با کیفیته شیونه لرو خصوصا لنده میوه جات لرو چې لاغوی نه ښه شیونه جوړیږي او په دې وطن کې جوړیږي
نو د ځان په شمول خلکو ته مهم پیغام دا دی چې له خپل وطني تولیداتو نه استفاده وکوي او د هغوی حمایت وکوي. دا زموږ په اقتصاد کې یو قدم پیشرفتي ده. خپل د اقتصاد او د خپل تولیداتو د ودې لپاره زه مکلف یم، ته مکلف یې، د ولس مکلف دی چې هغوی ته رشد ورکړي. آقای خیبر، ای انرژي که پیش مسته با تم مارشمالو میگن ای انرژي را، کسایی به طور مثال اگه زیاد شیرنی بدشان بیه یا مشکل شکر داشته باشن، خوش نداشته باشن، میتونن از این طعم استفاده کنن. شما امرای شیرنی باب جور هستین یا نه؟ زه ولا خپل کله کله یعنی په هغه کچه باندې د انرژي د شینو سره ډېر استفاده ځکه نه کوم چې د معدې ځینې مشکلات د بیماری لرم، نو بیا ډېر کم استفاده کوم. ولې خو استفاده کوم یم وطني شی استفاده حال خو استفاده کنین. بفرمایین بگیرین به چطور از طعمشان. تشکر میکنیم از شرکت پامیر کلا، برند بسیار معتبر و بین‌المللی هم قسم که آقای خیبر گفتن، شرکت بسیار بزرگ و کلان خود ما از افغانستان خود ماست با تولید و عرضه انرژی درینک هایپ. شما هم وطنان هم میتونین که باز بکنین که هم قسم که همکار رو میشه یادم میکنه از یادم میره انرژی جهانی حالا در افغانستان. من هم میتونم مارشمالویش یکم رو بخورم. چطور است آقای خیبر؟ بیخی خوندور دارم خوشمزه است. بسیار قیمت ناچیز کم میتونین با بسیار پول کم خریداری بکنین در جای. بله. وقفه داریم؟ وقفه میگیریم آقای خیبر و پس از وقفه دوباره میاییم و در مورد کارهای وزارت و بعضی مسائلی که در پیش مردم گنگ مانده و میخوان که وضاحت داده شوه و معلومات بسیار خوبتر داده شوه با آقای خیبر صاحب عزیز بیشتر. درود مجدد. تشکر از شما که بیننده هستین و حضور دارین. انشالله بخیر. در این قسمت یکان گپایی که پیش مردم گنگ موند آقای خیبر، بعضی مسائلی که نیاز به وضاحت داره و بعضی نگرانی ها و تشویش هایی که در نزد مردم وجود داره، صاحب رسانه ها و خبرنگارا و عزیزان که در افغانستان هستن، با آقای خیبر صحبت میکنیم، گپ میزنیم. چرا که همون گونه گفتیم آقای سیف الاسلام خیبر سخنگوی محترم وزارت امر بالمعروف هستند که آمدن و در این مورد صحبت میکنیم. اول یک تعریف می داشته باشیم آقای خیبر از محتسبین. در کل امی محتسبین کیستند و چه صلاحیتی از طرف وزارت شما در کل بر اینا داده شده؟ محتسبین په اسانه اصطلاح که زوی مشتر سو دخل گستر بند اخلاصی، یعنی په ټولنه کې د ټولنې د اصلاح چوکی داران، چې په ټولنه کې د بدبختیو ناوړه دودونو ناوړه غیر اخلاقی پیښو ناوړه کړنو د مخنیوي مسؤلین دي. په ټولنه کې چې هر هغه پیل چې اسلام منع کړی وي، دین منع کړی وي او د ټولنې ته نقصان رسوي، ځوانانو ته، کشرانو ته، خویندو ته، د هغوی د منع مسؤلیت د محتسبینو په غاړه دی. او مسؤلیت دی د وزارت له لورې دوی ته دا صلاحیت ورکول سوی دی چې چیرې مو هم هر هغه کار ولیدی چې هغه د اسلام د مبارک دین سره په ټکر کې وو، د شریعت سره په ټکر کې وو، تاسو کولای شئ چې هغه کار منع کړئ، په لاس یې راوګرځوئ او دا کار نه کولو ته خلک تشویق کوي. کله کله داسې پیښ شي چې یو څوک یو بد کار کوي خو په بار بار خبرتیا وینا کولو هم هغه کار نه پرېږدي، نو بیا محتسب صلاحیت لري چې د هغوی په اړه باندې د امنیتي ارګانونو سره هماهنګي وکوي او هغه بدبختي چې یو څوک یې سره تر خبره سره تر بار بار ویلو کوي اغوی بوزی او محکمه تیر معرفی کی او پوراندی به محکمه شرعی پریکړه وکړه. یک سوالی هم در کل وجود داره که آیا متصبین وزارت خودشان هم آقای خیبر این صلاحیت را دارن که لتکوب کنن، توهین کنن و یا تحقیر کنن یک شخص را به طور مثال یک اشتباهی را انجام میده در سطح شهر است یا در جای یا از روی صحبن یا بعضی مسائل دیگه از صلاحیت خود استفاده کنه یک نفر را لتکوب کنه، این صلاحیت ها را دارن خودشان یا خیر؟ هیچ کلا نه، دا د قانون برخه نه ده او نه محتسب دا صلاحیت لري چې د یو چا توهین وکړي، بلکه د اسلام مبارک دین د انسان حیثیت ډېر لوړ بللی دی. نو د دین هغه اصولو ته په کتلو باندې یوازې محتسب نه بلکې هیڅوک دا صلاحیت نه لري چې د یو بل چا توهین وکوي، تحقیر یې وکوي. که بدبختي، ستونزه، ناخواله، ناوړه عمل او پیل موجود هم وي، محتسب له جبر او زور نه منع دی، په جبر به دا کار نه منع کوي، بلکې د اولس په وړاندې یعنی اولس ته په دعوت په مجال کې محتسب باید حسنه اخلاق استفاده کړي او په ډېر نرم چلند سره یو چاته دا ووایي چې برعکس صاحب دا کار غلط نه میکو او هغه هم په اخلاقي تور باندې
نه دا چې یو څوک راولاړ شي هغه تر غاړه ونیسي چې دا کار ولیکئ ها دا در ځکه د دې لپاره محکمه سته جزا محکمه ټاکي جزا یعنی هیچ برخورد فیزیکی و خشونتی را اجازه ندارم به هیچ وجه کس را استاد کنه کس سیلی بزن یا توهین کو اجازه نه 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 بالکل نه فقط به محکمه معرفی میکنن و بعد از اون چی کنات است بله خیلی خوب شما آقای خیبر گفتن که متصبین کسان هستند که از کسای کار خلاف انجام میتن کار اشتباه انجام میتن اونا رو باید بفهمانن آگاهی بتن و معلومات برشان داده بشه تا اونا به امرای درست بنا به گفته شما هدایت بشن در یکی دو سال و سه سال اخیر همی بحث پوشش و ظاهر یک فرد هم بیشتر مورد بحث قرار داشت آقای خیبر بتان مثال ظاهر یک نفر پوششش باید چگونه باشه و یا سر و صورتش باید ریش بلند و دراز داشته باشه این مورد هم بیشتر مورد بحث بود حالا مردم میگن خب همی ظاهر و پوشش و سر و صورت ما یک مسئله شخصی است آیا از دید شما خود وزارت شما و متصبین شما همین صلاحیت و این حق را دارن که در قبال ظاهر و پوشش یک فرد هم تصمیم گیری بکنن و برخورد بکنن؟ دا زبید لر وضاحت پا دیاره درکم دو برخی لری یو دا چی یو سوک وی شخصی شکل کافل بحث جوړول د ما شخصی اختیار دی یا شخصی عمل میده یو دا چی وزارت پا دی مجال که صلاحیت لری چی یو چا بندی دا کار وکوی لمری مرو تاسی مسلمانانو او د اسلام مبارک دین مرتا د شکل یعنی صورت جوړونی اغا انزور وړاندې کړی دی چې باید د مسلمان ځوان سپینږیری زنانه او مردانه صورت څنګه وي تر څو ژره ولري په سنت طریقه برابر سي ژره که خریل دی او که غچی کول دی دا دواړه شریعت منع کړی دی نو زمنا مې تاسو ته یا ملګرو دوستانو ته هغه د توصیه او هغه هدف موخه ده په مجموع کې دا ګوري هغه یو مسلمان دپاره ژره باید دا د یو مسلمان شعار دی مسلمان په دې باندې تشخیصیږي پیژندل کیږي او دا د امارت امر نه دی دا د شریعت امر دی ژره تاسو په دې پوهیږئ چې سنت عمل دی واجب عمل دی کنه که امارت نو هم په دې پوهېدلی چې دا یو واجب عمل دی اوس چې امارت راغلی دی فقط د هغه واجبو اعاده کوي ځوانانو پرېږدي دي دعوت ورته ورکوي دا مه کوئ دا کار غلط دی خلک ژرې سقاوت ته ځي ژرې خري هغوی ته دعوت کوي چې دا کار مه کوه وروجانه دا من حیثی مسلمان د دې نظام مسؤلیت دی چې بل مسلمان له بدوی را وګرځي دا یو غټ منکر دی د ژیرې خریل ولې خو په دې باندې جبر زور په زور یو سړی وهل تحقیرول چې ولې نه کوې ها نه کوې نو تا ژیرې خریل د درزه زندان ته محبس ته محکمې ته دا قصې نست دا دروغ دی خیلی خوب تشکر آقای خیبر فرضاً یک متصب شما یک جوان را در سطح شهر میبینه مثال میبینه که ریشش کم کم است یا بیخی تراشیده است یا کل است و با یک استایل دیگه است برش میاد توصیه میکنه همون مورد را و اگر باز توجه صورت نگیره باید با او چگونه برخورد صورت بگیره بیا هم توصیه کی بیا هم توصیه کی یعنی د اولس سره د دعوت په مجال کې زمر د یوازینی کار توصیه ده وهل تکول جبر دا شی نسته کس زنان را ان شاء الله باز در موردش گپ میزنیم به طور مثال مردا آقا پسرایی که هستن اگر همین توصیه مراعت نشه پی هم و باز هم همون مورد ادامه پیدا کنه آیا امکان داره فردی و یا شخصی و یا جوانی به خاطر نداشتن ریش و یا ریش کم و یا یک لباس متفاوت دیگه از طرف متصب شما به زندان و یا حوزه معرفی بشه تروس پر خو داس کم څوک نسته چې هغه د درجری یا د تورته شینو په خاطر زندان ته تللی وي او یا د حوزه ته معرفی شوی ولی وګوري د اسلام مبارک دین مشته وای چې تاسو د سنت او هغه سنت چې حکم د واجبو دی د ژوندۍ وساتي کله چې یو څوک بار بار سره تر خبره سره تر وینا په دې پوهیږي چې دا سنت عمل دی دا واجب عمل دی او زه مکلف یم چې دا وکم بیا هم هغه کار کوي دا خو یو کبیره ګناه ده سره تر علم په قصدي ډول باندې چې دا هغه په عواقب خبر وي بیا هم هغه کار کول دا خو د امارت سره تعصب نه سو دا خو بلکې د دین دغه مادې سره د یو چا ټکر دی خدای دې نه کوي چې یو څوک به دې سوي خو زه هم د دې ټولنې ځوانان ټول مسلمانان دي که لږ هم دوی ته په دې مجال دعوت وسي هر څوک ژره پرېږدي هر څوک د خپل صورت غواړي چې په هغه شکل باندې جوړ کړي دې ته اړتیا نشته چې زه د یو چا پسې کوتک راواخلم چې ولې ژر یک آوازه شده بود آقای خیبر ما گفتم باش مامی آقای خیبر را ببینم باز ازش گپ میزنم کدش گپ میزنم که همین آوازه را معلوم بسازی آقای یک تعداد میگفتن دمی هر طرف میرفتی میگفتن ولی اگر ریش نداشته باشی ریشت کل شدگی باشه یا کم باشه امکان داره سه ماه دو ماه شش ماه زندانی شوی اول بر توصیه میشه یک بار دو بار که بان اگه نماندی باز دیگه دفعه میبرد این حال همین آوازه را چی میگین آقای خیبر تو آوازهایی که اگه آن دفعه تی تو پرک میشه څنګه چې دغه وزارت مهم دی دسی دی وزارت چارې هم ډیره مهمې دي نو دشمن هم دسی مهم نکاتو ته متوجه دي چې هغه داغدار کی پرغه تهمتونه وتړي دروغ وتړي زه وایم افغان ځوان ته چې درې ځلې وینا وسی
سلرم زل ضرورت نه پیدا کی چې هغه ته وینا له هم وکړي ځکه هغه خپله په دې پوهیږي مسلمان دی پلارونیکی مسلمان دی له تاریخه تاریخ مسلمان دی دا یو خطایی او کوتاهی راغلی دی د حالاتو موافق په هغه دریاب کې دی تللی دی خو کله چې لاس ورکړي دی خپله راپورته کېږي خپله پرېږدي افغانستان ورجای ست ګپا اوازه میشه که بخیر نمیفهمی چې ګپ خیبر خی خوب است که ای جوان انشاءالله بخیر به خاطر نداشتن ریش و یا ریش تر نشدن نمیره زندان بندی نمیشه او خدای دی وکوي چې په درې دعوت باندې دی خپل هغه مراد کنن مراد بکنن اما آقای خیبر گفتن که تو ګپان سو اوازه ګپای ناقص د سای دشمن است باز هم یک شرکت دیگه آقای خیبر یک بازم تولید افغانی ما اما قسمی که معلوم میشه از گپایتون شما می و پشتیبان تولیدات وطن هستین از افغانستان هستین باش که ما برتون انرژی دادیم آقای خیبر بفرمایید شرکت برادران مومن با تهیه و تولید یک انرژی بسیار خوشتم خوش ذائقه مونا طعم ماندگار این هم دفعه شعارش از یادم نرفت یک خیلی خوشمزه است خیلی مزه‌دار است میتونین که در سطح شهر کابل و تمام ولایت افغانستان این انرژی را پیدا بکنین آقای خیبر یگان دفعه کار میکنین دیگه سر شما هم خیلی زیاد فشار کار زیاد از شکایت ها و زنگ ها و تماس ها و رفتن میتونین از این انرژی را بگیرین بسیار قیمت کم به دوستا هم کارا توضیح کنین شیرنی یا وظیفه تان به دوستا یگان انرژی آقای خیبر بفرمایین باز کنین میتونین از این تمام استفاده بکنین و نوجوان بکنین تشکری میکنیم از شرکت برادران مومند با تهیه و تولید انرژی درینک مانا این هم یک چیز دیگه فراموشم نشه که این هم در کل سه تم داره آقای خیبر یک تعداد است اساسیت دارن با یک تم خوششان نمی یک تم دیگر رو میخواین باز میتونن سه تم متفاوت را نوشجان بکنن استفاده کنن انرژی درینک مانا طعم ماندگار ما هم بازش بکنم تشکر میریم سراغ سوال بعدی آقای خیبر یک گزارش نشر شده بود یک مورد از سوی وزارت در مورد صدای زنان که گفته بودن صدای زنان حورت است آیا امکان حورت بودن صدای زنان است در یک اجتماع و یک کشوری که همه جا به نوی زنها وجود دارد چه در جاده هستن چه در سرکا هستن مکاتب هستن پانتونا هستن کلینیکا هستن شفاخانه هستن امکانش هست آقای خیبر؟ گوری هلت قانون که در شزی در آواز در عورت ماده چه کل است هلت قوس که دری شهین ذکر سویده لکه موسیقی جغول ناتون ویل او تلاوت کول تلاوت هم است در طول آقا شهین دی چی بودی که سی اختلاف نسته چه در عورت تی او در شهین باید ونسیل بلکه که موسیقی یا دیتا و غیره از واخو هر سوک بودی پویری چی آقا شیرات منع کردی اول ته بخیر سوال نه پیدا کیږي ځینې بیا د ضرورت مقامات یو خور شفاخانه ته ځي یو خور بازار ته راوځي د سودا لپاره د اړتیا لپاره یو خور په مدرسه کې زده کړې کوي دیته ورته وغیره خو دا هغه د ضرورت مقامات دي چې په شریعت کې ډېر شیونه داسې دي د ضرورت په وجه باندې هغه ځایونه استثنا دي هغه په کښې کې داخل نه دي مجموعا دا درې شیونه یا دا درې ځایه چې همین دو سه مورده که شما یاد کردید خو د ای سه مورد صدای زنا عورت است بله بله دا دیگه موردا که ضرورت ها باشم مشکل وجود ضرورت به هر هغه کې استثنا دی د مثال په توګه کله چې اودس په اوبو کول فرض دی خو که اوبه نه وي بیا د اوبو په ځای باندې تیمم کولی سي انسان اودس تازه کړي په هغوی باندې که د تیمامه ګنجایش هم نه وي نو بیا دې ته شریعت بله ذریعه جوړوي د مثال په توګه لمونځ باید څوک په ولاړه باندې وکړي که د درېدلو توان نه لري په ناستې باید وکړي که د ناستې توان نه لري په اشاره یې باید وکړي تسهیلات د اسلام په مبارک دین کې شته قانون کې په واضح ټکو لیکل شوي دي چې دغه ځایونه چې اړتیا او ضرورت یې نشته نو دلته د ښځې آواز عورت دی او شریعت په دې کې وسنده یا پریکنده هغه لري پریکړه لري چې دا شیونه عورت دي او پریکړه د اشخاصو د نظر په اساس نه ده بلکې د اسلام د مبارک دین په اساس باندې خیر خب ممنون زمانی که امارت اسلامی آمدن و حاکمیت در افغانستان گرفتن آقای خیبر و وزارت امر بالمعروف آمد ایجاد شد ما میخوایم ما امین سه سال را از کارکردهای وزارت امر بالمعروف مورد بررسی قرار داده بودیم شما زمانی که امین اوامر و امین فرمان ها و بعضی از مسائل را که از طریق وزارت اعلام کردین تفاوتی که میان دوره جمهوریت و حکنون که امارت اسلامی وجود داره در قبال پوشش و اجاب مراد کردن اجاب زنان تفاوت هایی به وجود آمده است شما احساس رضایت حس رضایت دارین یا خیر در امین سه سال
بیخی الحمدلله اوس خو چې د اسلامي امارت تر ته ګرسته موجو ګورو یعنی له خلکو اورو ستاسو غوندې خلکو نه درسنې له کارمندانو نه په بازار کې د حتیوالو نه دکاندارانو نه کراچیوانانو نه هغوی وایي چې موږ د حالاتو په تغییر باندې سل فیصده پوهیږو مثبت بدلون راغلی دی زموږ خویندې د حجاب په مراد کې الحمدلله سل سلنه هغوی کوشش کړی دی حجاب یې مراد کړی دی پیشتر از این بدون شک شما آگاهی داشتین در دوره جمهوریت مراد نمیشد آقای خیبر اجاب؟ نه ولا یعنی زبا دستی ویم چی آن در امارت پر تک که پا ابتدایی وروزو که کلا چی امارت پا ابتدایی حالاتو که راغ لی کابل اداره سقوط وکوی دری سلو پینزه میاشتی لان دلتا حجاب نو مراد پا آقا کچه چی شریعت تا قازا لرلا پا آقا اندازه چی شریعت مکلفتی ها پا مش بندیش رو پا آقا اندازه نو مراد وست الحمدلله آن در تلویزیون پس صبح بندی و گرو خویندی دی بازار که زینو مارکیتونه که چه زنانه موجود دیلتا دکان نکوی خپل راک روار که دا لیسای مریم خواته زینو نور روزاینو که خویند خپل دکانو نرویستی دی چه مشکلاتی بود آقای خیبر در دور جمهوریت؟ حالا مردم افغانستان فضل خدا همگی مسلمان و خانم ها و دختران افغان هم که در افغانستان زندگی میکردن و میکنن همگی مسلمان امگی تحصیل کردم چه مشکلی بود در جوابشان در اون دوره؟ طولن خو مسلمان ده آقا وقت هم وسم به دی کیس خبر نسته هیچ شک نسته ستون زده و چی امریکا دلتا ده نظامی اشغال ترسنگ ده فکری و اخلاقی اشغال ده فار میلیون ها دلار سر می گذاری کرده و تاسو بتر ما بهتر په دی خبره چې امریکایانو په خپلو بیسونو کې تلویزیونونه نه لرله په خپلو قرارګاو کې رادیوګانې لرلې اخباری مجلې لیدلې د شودو د حقوقو د تأمین په نوم مؤسسات یې لرلې زه یو بېلګه درته وایم یو مؤسسه و کندهار کې د دې دفتر و دې د ښځو د تګ کولو د رفتار کولو چلند ښځو ته ورزده کوئ دا اوس یو چاره ده چې ښځه تګ نه زده دا خو د هر چا زده دی دا ورښودل او د ځینو ناوړه د افغان ټولنې له ارزښتونو سره په ټکر کې پردي لباسونه جامې وغیره دا و دې ټولنې ته راوړل د تلویزیونونو د خپلو رسنیو د خپلو تبلیغاتي دستګاو چې امریکایانو په وای کې وي د هغوی په مټ باندې دا د خلکو په ذهن کې ورکول چې دا یو عادي شی دی نو دلته د حجاب په مقابل کې خو رسمن یو وزارت جوړو د ښځو چارو وزارت و چې دا د اسلام د مبارک احکام په مقابل کې د دې برخورد روانو د مو وزارت زنان وزارت زنان په نوم چې برخلاف بودن برخلاف یې داسې تاسو ویل دی د امن په نوم یې خونې جوړې کړې وې دا په هر ولایت کې وې دا د دې لپاره چې یو ښځه د خپل خاوند سره تاوتریخوالی وکړي بس همدې خونې ته پناه راوړي د خاوند نه طلاق واخلي په کورونو کې اختلاف راوستل جنجالونه راوستل یو ښځې ته داسې اجازه ورکول چې نور نو د خاوند په مقابل کې بسته او خاوند باید ته ولمسوې داسې یو سیستم پس او دلته هدف څه شي و هدف دا و خویندو د عزت و د ابرو د وقار او له مجبوریت نه ناوړه استفاده اخیستل کله چې هغوی به د امن په خونې په نوم ودې ناوړه کارګرن ځای ته راتللې دا غوی له برخلیک نه څوک خبرو چې دا غوی حالات به څنګه وي څه به و څه به نه و نو دلته خو په سیستماتیک ډول باندې د حجاب په مقابل کې کار روان و او یو څو پروژهیي خلک و چې هغوی دا کار ته میلوي خو انځور یې داسې وړاندې کوي چې دا افغان ټولنه ده افغان ټولنه خو مسلمان خیلی خوب تشکر اگرچه همکاری مشاره میکنن ما یک سوال هم بسیار کوتاه پرسان میکنم در مورد همین زنان بسیار کوتاه بگوین آقای خیبر عزیز که بسیار وقت ما هم در این قسمت تمام است آیا متصبین وزارت شما حق حضیره دارن که انتقال زنان به حجاب و بدون محرم شرعی عاقل و بالغ از بالا شدن در موترا و بعضی مسائل منع کنن؟ نه هیچ کاره در صلاحیت نلری یا اونم دیست که ما پیش دسته بیاده تشکر بسیار زود خوب است که آقای خیبر هستن بعضی از گمان زنی ها و موردهای رو ما از همین خاطر خواستیم بیان وضعات بتن که اگان تشویش هایی که پیش شما بودم تشویش حل شد آقای خیبر وقفه میگیریم و پس از وقفه دوباره برمیگردیم بازم بسیار زود تشکر از انرژی درینک مانا و تشکر از شرکت برادران مومن که با ما همراه و همکار هستن و حامی پشتیبان ما هستن وقفه میگیریم و پس از وقفه دوباره خدمت شما بعد تشکر از همراهیتان ممنون از شما که بیننده هستین و حضور دارین سپاس و بیکران از شما هموطنان بسیار عزیز و نازنین و تشکر از آقای خیبر عزیزم که تا اکنون حوصله کردن و شیشتن خسته نشدن آقای خیبر نه من نه سلامت سلامت باشین تشکر زیاد میکنیم از رستوران ترکش واقع در مجید مال قلب شهر کابل شهر نو کابل منزل چهارم که برما و آقای خیبر عزیز غذا آماده کردن پلیتر ترکی و یا مکس کباب ترکی غذای ترکی اعضای امارت غذای خارجی ها مگان دفنوش جان میکنین آقای خیبر یا نه؟ اولا اصلا خو
پالیسی داسې ده چې تر ډېره حده پورې د هغه سنه استفاده وسي چې کورنۍ وي او هغه جوړښت د غذا او د پختګۍ هم تو کورنۍ هغه باندې وي او کله کله بیا داسې شي نه هم راضي به کیسي یګان نفر یعنی منظور مازی است که خب ما میفهم د وزارتخانه او بعضی مسائل از غذا نخواد آماده بسازن یعنی منظور از این که در زمانی که خانواده ها میان فامیلا میان دوستا میرن به رستوران تا تو جای یا خیر خپل از تللی نیمه او د نور په حق له نسم ویلی شاید وو استی د تللی وی شاید نو بفرمایید یک بار بچشین چطور است غذا بدل تا نس آقای خیبر بعد از این به خیر مشتری شین بگیرین بفرمایید شما هم متنان عزیزم اگر دوست دارید میتونین که به رستوران ترکیش بیاین و از این غذای بسیار لذیذ و هم مزه‌دار نوش جان بکنین چطور است آقای خیبر؟ خوشمزه است؟ یکی خونده وارد انشالله نوش جان تان یک نگرانی در قبال اعصاب رسانه به وجود آمده و رسانه های بیرونی بیشتر یک مسئله را داغ ساختن که یک نوع قوانین را میخواه وزارت امر بالمعروف در قبال نشر نشدن عکس ها و تصاویر زیروح یا جاندار از طریق رسانه ها معنا بکنن آیا واقعا نموت یک خبری است نموت یک چیز خاط شد یا خیر تر دې محل خو رسانه یو ته یا په عمومي کې د اعلان کوم اغه نسته ولی دا فکر کوم تخار ولایت کې لوی غونډې نه په الهام اخستلو دا خبر راپورته شوی چې هلته دولتي رسانه یو ته ویل شوی چې د زیرو حشینو د انزورونو په تړاو باندې سپارښتنه ورته شوی دي البته دولتي رسانه یو ته شوی دولتي بله و عموما خو د دې تاسو ویني چې رسنۍ په عادي حالت کې دي خپل کارونه مختوړي ما او تخپلم یو رسنۍ کې ناست یو شما حالا بررسی کردین آقای خیبر همو مسالې رک درمو ولایت کې بعضی از توصیه های شده که تصاویر نباید نشر بشن کیا این دستور دادن و چطور یک گپ زده شده آیا در امانگی وزارت شما بوده این کار اصلا د امر بالمعروف نه هن منکر وزارت قانون کې د دې یو سشتون لري البته چې تخار ولایت کې کم څه ویل شوي دي نو امر بالمعروف نهی منکر وزارت په جریان کې دی او ما مخکې مو ویل چې هغه داخلي رسنیو ته ویل شوي دي او هغوی ته هم په دې مجال سپارښتنه شوې ده چې تاسو د زیرو حشینو سره هغه هم خصوصا په هغه غونډو او هغه مجالسو کې چې دولتي مجالس او غونډې وغیره دي خو عموما پرېکړه شوې ده او نه هم عموما رسنیو ته ویل شوي دي نمیشه همی کار در آینده این اتفاق نخواهد افتاد که رسانه ها منع شوند از نشر کردن تصاویر زیرو یا جاندار د راتلونکي په اړه خو د سبا په اړه څوک پرېکړه نسي کولی ځکه علم یوازې الله تعالی ته شته چې سبا څه وسي څه ونه سي ولی خو څومره چې زه معلومات لرم کوم څه داسې م تر اوسه پورې نشته او د راتلونکي په اړه د تصمیم یا د پلانګزارۍ یا د تطبیق خبره چې ده نو هغه د راتلونکي سره تړاو لري او په راتلونکي کې هیڅ ګپش هم زده نشده آقای خیبر تاله بله. هیچ بحثش هم نشده در درون وزارت که رسانه باید منع شوند هیچ از این گپا نیست په عمومی توګه باندې فقط مسائل دولتی دلته دولتی تلویزیونونو ته یادونه شوی ده او دولتی رسنیو ته ویل شوی دي سپارښتنه ورته شوی ده په تخار ولایت کې خو په عمومی کچه باندې یا ټول رسنیو ته ویل شوی تاسو ته باندې ویل شوی حالا میگن حالا اگر فقط رسانه‌های دولتی و یا نشست‌های دولتی تو یک کارش دهیم خودش میگه امکان داره آهسته آهسته زمین اساس بر رسانه‌های دیگه هم شه که آهسته آهسته اینا منع قرار داده شوند زمر لوري خو کوم څه داسې چاته نه دی ویل شوی او نه په دې اړه باندې چا سره کومه خبره شوی بلکې یوازې په دې عقل یادونه شوی ده چې د ټولو قانون تطبیق چي دی امر بالمعروف نهي عن المنکر وزارت خپل یو قانون لري تاسو به لیدلې وي د دې ټولو قانون تطبیق چي دی دا موږ په تدرج سره کوو یعنی داسې نه دی چې د قانون تطبیق په جبر په زور باندې یا مخکې ما د ژورو دې ته ورته په هغه باندې مثالونه درته ویل د قانون تطبیق تجمن یو مسولیت مو دی زمواري مو دی او دا موږ یو دینی مسولیت دی او په دې قانون کې چې څه ماده دي ټول د ټولنې د اصلاح باندې راګرځي خو هغه تطبیق کو په تدرج باندې شاید له دې نه دی دغه الهام اخیستی وي چې دی ویلي چې رسنۍ بندو په تدرج باندې بله بله یک نوع تشویش وجود داشت حالا ما میگفتیم د اصل تکنولوژی و قرن 21 که همه چیز در حال پیشرفت و ترقی است و رسانه ها هم جز از امی که تصویر از سطح شهر داشته باشن مردم داشته باشن بستای خبری دارن آقای خیبر گزارش ها دارن گزارش های کارکردهای شما را که به طور مثال با ولایت ها میرین
و ولسوالی‌ها میرن کارای انکشافی میکنن، مسئولینتان و وزیرایتان میان گپ میزنن. خب همین کارا باید رسانه‌ای باشه که اینا رو به تاثیر بکشونه، نشر بکنم. حالا ما گفتیم اگر ای که بند شوه خیلی دیگه ای رسانه دیگه چی باید بکنن آقای خیبر؟ دیگه با داشتن ده ها و صد ها کارگر و کارمنده که نانخور هستن و نان شب روز خود را پیدا میکنن. رسانه خو واقعاً ډیره مهمه دی. د رسنۍ لور رول په ټولنه کې ډیره ارزښتمن تمام سوې دی او موږ لیدلی دی چې آن په هیوادونو کې انقلابونه راوستلی دی، رسنۍ راوستلی دی. د ارزښت څخه هیڅوک انکار نشي کولی. زموږ په هیواد کې هم چې کومې رسنۍ دي، داخلي رسنۍ ستاسو په څیر یا دې ته ورته چې څه نورې رسنۍ دي، د هغوی هغه ګټې مفاد ټولنې ته په آګاهنه کې، مثال په توګه د امر بالمعروف په مورد باندې خلک ډېر منفي فکر لري، خو د دې منفي فکر متاثره خلک د نورو تلویزیونو غربي رسنیو څه سوي دي. هم داخلي رسنۍ دي چې بیرته هغه اصلي ذهنیت جوړوي، هغه حقایق تر خلکو پورې رسوي، د ولس تشویشونه رفع کوي. شما عامی رسانه های داخلیتان هستین و دوست دارین رسانه را، همین است که دوست داشتین آمدن پیش ما آقای خیبر. بالکل. در مورد یک بحث دیگری که وزارت امر بالمعروف اقدام زیادتر کردن، میتونیم بگیم که وزارت شما یکی از پرکارترین وزارت هم است نسبت به وزارت های دیگر. شما در مورد تعصبات قومی، زبانی و سمتی هم کارا و فعالیت های را انجام دادین. در این مورد بیان کم صحبت بکنین، چقدر تونستین جلوگیری بکنین؟ آیا مورد های هم گزارش های در این مورد داشتین کسانی به موضوعات تعصبی و قومی و لسانی بیان دامن بزنن؟ اما بالمعروف وزارت کاری ساحه و کاری استقامت ډیر پراخه دی، د ټولنې هرې برخې ته شامل دی. یوازې رسنیو د غرب رسنیو د غرب له لوري استخدام شوي شخصیتونو دا وزارت داسې معرفي کړی دی چې یوازې د زنانو په حق لکار کوي. هرګز داسې نه ده. دا وزارت د ټولنې یعنی تک فکر شده بوده که تنها به زناسی. بالکل هم داسې یو فکر دی. حقیقت دا دی چې دا وزارت د ټولنې په اصلاح کې، د ټولنې په سمون کې، د ناخوالو په مخنیوي کې، د ټولنې و هر بونته چې مشکلات وي، د دوی فعالیتونو کاري ساحه چې د هغه شامل ده او تر هغه ځایه پراخه ده. د قومي او ژبني سمتي تعصبات په مقابل کې زموږ وزارت دنده لري، ځکه دا یو منکر دی او د ټولو منکراتو منع کول د دې وزارت مسؤلیت دی. دنده لري چې خلک له دغسې ناوړه کړنو نه راوګرځوي. موږ افغانستان ټوله افغانان، هغه که له هر قوم هرې ژبې سره تعلق لري، افغان دی، مسلمان دی، هغه زموږ رور دی او الله تعالی هم موږ ټوله مؤمنان یو د بل وړونه بللي یو. بسم الله الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. دا مؤمنان ټوله یو له بل سره وړونه دي. المؤمن اخو المؤمن، مؤمن د یو بل مؤمن ورور دی، که د شمال، که د جنوب، که د مشرقي او که د بل سمت افغانستان وي، افغان دی، مسلمان دی، زما ورور دی. نو د دې ترمنځ تپازلونه، تفاوتونه، د دوی ترمنځ اختلاف ته لمن وهل، دا چې هر څوک کوي په کلکه باندې موږ مخنیوی کوو او ټولو ته د یوه ورور، د یوه افغان په صفت او د هغه په نظر اقداماتې هم صورت گرفته و شما هم احساس رضایت داریم. آقای خیبر، شما در سال گذشته بیشتر از 13 هزار نفر را به دلیل اقدامات غیر اخلاقی بازداشت کردین. بیشتر کدام موردهای غیر اخلاقی بوده در جمع این 13 هزار نفر؟ یعنی اکثریت بیشتر کدام مورد بوده؟ غیر اخلاقی یعنی یو عمده خاص تعریف نه لري. د غیر اخلاقی لفظ چې کله په واغې کې راځي نو یو مشخص تعریف نه لري. هر هغه کار چې په ټولنه کې د اخلاقي پلوه بد وي، هغه ته موږ غیر اخلاقي ویلی سو. د مثال په توګه زه به بیلګه ویم چې په ځینو ځایونو کې د ځوانانو نشه یي مواد څکول، د ځوانانو بې ځایه بې اصوله مجالس ته له غرځنې هلکان راویستل، لکه په هوټلونو کې، په میمنخانو کې، په کلیو محل کې، په کوڅو کې وغیره ځایونو کې، دا هم د غیر اخلاقي یا د بد اخلاقي یو اړخ دی. ځوانانو په لوړ غږ باندې موسیقي غږول او موسیقي هغه کول خلکو ته اذیت رسول، تاوان پېښول، دغه ټولې پکې کې داخلي دي. شما یک خیلی معذرت میخوایم، گفتین موسیقي که باعث آزار اذیت شوه. بله. اما اگر موسیقی که بسیار پخش باشه صداش، کس اذیت نشه، مشکل نداره؟ په هر حالت کې ناروا ده، ځکه موسیقی که چاته اذیت ګوره، یو خود موسیقی په خپل داخلي حرمت دی، دویم د دې حرمت د نن یو بل ګناه ده چې یار خو ته د حرام کار کې تر څنګ یو بل مسلمان ته اذیت هم پسې رسې، نو دا بیا دو ګناه برابر ګناه ده. کنه د موسیقی په نه اورېدلو باندې مذاهب اربعه ټول متفق دي چې دا نه باید واورېدل سي او غلط کار دی، حرام ګناه ده. نو دا مې یو بیلګه ویل چې دغه ټول هغه اړخونه دي د منکراتو یا د بد اخلاقیو چې موږ ویلی سو چې په دې عکله په دې درې کاله کې په زرګونو خلک
توصیه ورته سوی دی او د غوی مخنیوي سوی دی د ناوړه پیښو د ناوړه کړونو څخه ځینې بیا پکې غټ اخلاقي مفسدات او غیره ویل سو چې په دکانونو کې ځینې داسې شی نه پلورل چې هغه د اذیت سبب ګرځي هغه خلکو ته د نقصان او د خسارې سبب ګرځي یو بل قبل وایم یعنی موږ ته خلک شکایت کوي دا گیم زونونه به شاید تاسو لیدلی وي په دې کابل په ډیرو ناحیو کې گیم زونونه د پاره خپل دکانونه خلاص موږ ته په بار بار خلک راغلي دي چې موږ د گیم زون او د دې خلکو له دې مرکز نه تر پوزې راغلي یو ماشومان هلکان ځوانان د مکتب پیسې اخلي په گیم زون کې یو د بل سره مقابلې پکوي مکتب تر پاته دی مدرسه پاته دی پونتون پاته دی گیم زون تر روان یلته معتاد سی ویدی یعنی مکتب اعلامیتان میرن بیخی مکتب ته زینه شما خامی عزیز هستین که در کنار از اینکه مکتب میرن درس میخورن بعد تفریح هم بکنن کنه بالکل نیاز به تفریح تفریح و کی هیچ مشکل نه لري لوبي و کی ولی خدا شی سبب د دې ګرځي چې پیسې دی کله ونه لري نو بیا کوشش کوي چې د ناوړی لارې سم پیسې پیدا کړي ان والدین ویل چې موږ ماشومان ته پیسونه ورکړي د مکتب پیس دیگه پیس راخست که دلت پیسی بسید یک ویدیو یک چند وقت نشر شده بود دمی صفات اجتماعی میرفتن در پارک ها و بعضی جای اقتداد از زمی از نیفام اعضای امارت بودن نبودن مردم در پارک استاد میکرد که اینجا چی میکنی تو بگی تلاشی کد توی چی هست و میگه که من اینجا آمده یکم تفریح کنم پیش خانه مسو ویدیو رو دیده بودین آقای خیبر؟ بالکل ملی دلیده در اون مورد چی گفتنی دارین؟ نه زمور در وزارت مربوطی او نه هم پده مجال که مجدسی او کار کو بلکه که پارکونو که هم سوکوی موږ هغوی ته ورځو یوازې یو دعوت ورته کوو دا خو نه وایه چې ته مرازه لوبې مه کوه تفریح مه کوه دا خو د دې یو مسلم حق دی هم یک سوال دیگر هم پرسان کنم از لحاظ شرعی ایره هم تو به شکل شوخیه از لحاظ شرعی از لحاظ امارت اسلامی از لحاظ دید وزارت امر بالمعروف نهی انکر همین ظاهر مره که میبینین یک آدم اصلاح شده هستم یا نه که زه خپل اویم چې موږ تس الحمدلله مسلمانان یو کنه او بیا د اسلام مبارک دین تر څنګ افغانان یو نو موږ تاسو خپل یو مشخص لباس لرو یو مشخص جامه لرو د ځوان لپاره د نارینه او زنانه دواړو لپاره نو ځکه دا زموږ لباس نه دی زموږ جامه نه ده موږ تاسو خوشوکر دی خپل یو ښه لباس لرو دا ځینو ځینو ګور دی دا لباسونه ما هم دا دی مغه لباس کړی دا زه خپل وایم چې د دغه لباس سره زه خپل تبان جوړ نه یم ځکه پردی لباس دی او موږ مکلف یو مسؤلیت لرو چې خپل لباس چې نه د شریعت سره په ټکر کې هم دی یو سنگینی هم لري هغه ته رشد وکړه حال امی لباس را کوم نه پښتم کوم مشکل دارم یا نه دارم من قای یعنی زن نسن کوي چې په جبر تا له دی هغه نه منه کوم چې ولي هغه کوي ولي دی خو البته دا یو سپارښتنه یو توصیه ده ورور په صفت کوم چې کوشش وسو وکړو چې خپل لباس ته خپل جامعه خپل کلتور خپل فرهنګ خپل اخلاق خپل عنانات را ژوندۍ کو او هغه ته کار وکړو تاسو ورسې وګوري په نړۍ کې هیڅ داسې یو ملت شتون نه لري چې هغه د افغانانو کلتور کوي او خپل دی پرېږدي د یو ملت باندې وي ل امریکا نه بیرته تر افغانستان چې څومره ملتونه قومونه هیوادونه دي هلته داسې وسو زوم د افغانان په مفته کې پردي فرهنګونه ته ولي اعلانات وکي بله بله نه اتو... خدای نه خواسته ما خود اتو خونه ساقای خیبر که خدای نه خواسته بیم فرهنگ بیگانا را بیم تبلیغ بکنیم بای پوشش و نه نه خدای به مو خمی داده برک یعنی کله چې زه په امریکا کې بل ځای کې خپل یو لباس هغوندم کنه یا یو امریکایی وګړی یا یو برتانوی وګړی د افغانستان بغیر یو بل وګړی زما لباس زما کلچر زما کی زه ډیر ته خوشاله کیږم زه خوشحالي محسوسوم کنه ځکه دا غیر مستقیم یو اعلان دی کله چې د پردو خلکو لباس موږ اغوندو اگر که اعلان خو نه کوو دا نه وایي چې ما دا هغه دپاره خو د دوی د خوشحالۍ باعث ګرځي ځکه هغه د دې یو فرهنګ ته رشد ورکول کیږي هغه پراخیږي زیاتیږي تاسو ته فقط توصیه مې وکول چې کوشش وسئ سبا د یو غټ لمن یو غټ کالي یو غټ ما از همې لباس هم پوشیده یم برنامه مناسبتی ما را که ببینین حتی ما یک برنامه بیخی لنگیام زده بودم آقای خیبر بازور برتان نشان میتم حالا ما بخاطر که میگم یک تفاوت میان یک کسی که در رسانه کار میکنه با یک کسی که در بیرون است یک فرد عام است یک تفاوت باید در کل وجود داشته باشه خدای را خواسته تو گپ نیست که از بخواد تبلیغ فرهنگ بیگانه را بکنه یا کدام مار دیگر داشته از لحاظ سلیقه‌ای است و یک تصمیم شخصی میتونه باشه بازم تشکر آقای سیف الاسلام خیبر سخنگوی محترم وزارت امر بالمعروف ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتین آمدین من سلامت هستی به تاسو هم منندوی کو خوشحال هستم سلامت باشین در اخیر ما بسیار نتیجه گیری کوتاه میکنم که کدام مارد و تشویشایی وجود داشت آقای خیبر بر ما گفتن که هیچ محتسب اینجا هستن شیشتن نگوی که از دلم میگم حق قضیره نداره که با کسی که ریش نداشت و یا ریش خود کده بود یا ای که زن که به حجاب بود یا ای که محرم شرعی نداشت
با او برخورد جدی بکنه، او را لاتوکوب بکنه و یا مشکلات را برش به وجود بره. این مورد و موردی هم که گفته بودن که رسانه ها امکان داره که تصاویر زیروح را دیگه اجازه نداشته باشن نشر بکنن، گفتن تو گپ هیچ هنوز نیست، تصمیم گرفته نشده. یکی دو مورد دولت ها بوده و نشست های دولتی بوده که این مورد را صحبت کردن و گپ های دیگری هم داشتن که انشالله میتونین در جریان برنامه مکملا از طریق تلویزیون اگر ندیدین برین به یوتیوب تلویزیون آرزو و در اونجا بیننده این برنامه برنامه دیگر باشیم. تشکری میکنم از شما هموطنان بسیار عزیز و تشکر از برند پامیر کولا، شرکت پامیر کولا با تهیه و تولید انرژی درینک هایپ و شرکت برادران مومن با تهیه و تولید انرژی درینک مانا و تشکر از رستوران بسیار مقبول و زیبا، همکاران بسیار خوب جاوید عزیز، تشکر که همیشه همکار است با ما از رستوران ترکش. تا اینکه ما میریم در هفته دیگر با یک مهمان بسیار خوب عزیز دیگر برمیگردیم. شما رو به خداوند یکتا و یگانه میسپاریم. تا درود دیگر بدرود.